و اینکه پایان مرموز بازی رو به سلابه میکشیم. لذا بریم همین بدون مقدمه سراغ بازی فایر واچ، ببینیم که فایر واچ اوضاعش از چه قراره. بازی فایر واچ همونطور که میدونید به کارگردانی آقای شان بانامان ابتدای کار یه دونیت داریم از آقای مهدی دیبازی. بسیار ممنون مهدی جان. مهدی از رسانه دنیای بازی رو میبینید که همون ابتدای کار دونیت میکنه. بازی همونطور که گفتم بچه ها به کارگردانی آقای شان بانامانی که قسمت اول در واقع پارت اول بازی واکینگ ددم رو ساخته بود و جایزه گرفته بود ساخته شده. یه بازی جدیدی هم قراره این استودیو دوباره بسازه، حالا توی گیم وارد فکر کنم معرفی شد ولی خیلی توضیح خاصی راجع به بازی ندادن. دارک جان خیلی خوش اومدی. چند روز پیش که اومدیم نشستیم بازی کردن، مرسی واسه فالو. چند روز پیش که نشستیم بازی کردن خیلی نمیشد درست درمون بازی کرده، ذره کشدار شد. من بازی رو شخصا تموم کردم، الان میخوایم هم مرور کنیم همین که امروز. ببینید چیزی بهتون بگم، من وحی منزل نیست تئوری که میدم و انتظار دارم اونایی که بازی کردین تئوری های خودتون رو هم در خصوص بازی بدین. یعنی حتی این 3 ساعت و 7 دقیقه 3 ساعت و 7 دقیقه کشداری بوده که من بازی کردم، وگرنه خود بازی رو عملا به راحتی آب خوردن میشه توی 2 ساعت 2 ساعت و نیم جمعش کرد رفت و حالشو برد. لینک سابم خرابه. لینک سابم خراب نیست مهدی، لینک سابم هنوز ساب خارجیه، برای بچه تو ایران بسته به فیلتر شکن و اینا ممکنه کار نکنه و به دونو گیمرز گفتم اوکیش بکنه. حالا احتمالا سعی میکنم تا فردا که میخوام گیرز رو استریم کنم گیرز 5 رو درستش کرده باشم. الان فقط خارجی ها میتونن استریم کنن، مشکل سابم فعلا از این قراره. آقا همین ابتدای کار چیزی که شما توی پرولوگ بازی میبینین رابطه یه که بین هنری و جولیا شکل میگیره و اینکه یه سری مکالمات بین شما رد و بدل میشه. شما دوران دانشگاهتونه توی بار حضور دارین و کولمون رو بر میداریم. ایزی تمام مرسی واسه دونیت. در حینی که داره این فلشبک به صورت متنی میره، ارزش خرید یک داده امیر سوید. بازی فایر واچ ببینید بچه های تجربه 2-3 ساعتی برای دفعه اول و برای $20 بازی قشنگیه ها، ولی من توصیه میکنم بزنید تو تخفیف ها بگیرین. ببین چیزی که الان دارین تو گیم پلی میبینید که ما یه کوله برداشتیم و داریم میریم سوار ماشین چی، مربوط میشه به زمان حال بازی خب، ولی ما توی هر کاتسینی که حالت گیم پلی داره در واقع میریم یه فلشبکی میخوره، اینکه ما چی شد اصلا با جولیا آشنا شدیم، جولیا کیه و داستان جولیا چیه و اینکه مثلا جولیای ما یه سگ میخره. و بگم انتخاب این دیالوگا و مکالمه که بین شما و جولیا رد و بدل میشه اونم تو سال 1979 که شروع میشه خیلی تأثیری تو آخر بازی، خیلی که اولا تأثیری توی پایان بازی نداره. سورنا دانته شما خیلی خوش اومدی عزیز دلم. لیکوید جان شما هم همینطور، دی جی وانتد هم همینطور و بقیه دوستانی که فلان. تویچ هرچی زدم قبول نکرد. تویچ باید خارج از ایران باشین که بتونین با به حضورت عرض کنم که پیپل و اینا بتونین خرید کنین، اون مشکلی نداره از این بابت. این تیکه های بازی که میاد همونطور که میبینید ما تو جنگلیم خب و دوباره میره فلشبک، یعنی ما تا اینجا فهمیدیم یه آدمیه تو جنگل کوله دستشه با یه وانت اومده و از سال 1979 شروع میشه مکالمه های بین شما و جولیا شکل میگیره. داستان از این قراره که شما زمانی که با این دختر آشنا میشین کم کم عاشق هم میشین و بعدم به حضور شما عارضم که بحث ازدواجتون وسط کشیده میشه. در حینی که داره اینا رو تعریف میکنه ما دوباره میایم ببینیم تو گیم پلی خود بازی، ما تو جنگلیم و هنوز نمیدونیم جریان واقعا از چه قراره.
نوشته که آقا هاشم خیلی باید تو این بازی به اتفاقایی که میفته دقت کنید. من بازی رو تموم کردم دارک جان، مرسی که میگی، دقتامو کردم قبل استریم، بعد قرار راجع به دقتام الان حرف بزنم. چیزی که فقط بچه از شما میخوام تو این بازی، تئوری هایی که به نظر شما میرسه و ممکنه اتفاق افتاده باشه اونایی که بازی کردن مثل دارک، اونا هم با من هم فکری کنین، چون چیزی که میگم قطعی نیست، ولی دیالوگ هایی که اینجا بین شما رد و بدل میشه تأثیری تو پایان بازی نداره، صرفا روایت داستان رو، انتخابش که چجوری بره جلو رو شما انتخاب میکنید. و زن شما مریضی داره که مریضش هم آلزایمره، البته این آلزایمر رو در طول روند بازی ما متوجه میشیم و به خاطر آلزایمرش مرتبا سردرد هم داره، این آلزایمرش مرتب شدیدتر میشه. یه روزی به شما میگه که یه کاری توی یه دانشگاه پیدا کردم که خیلی دورتر از اینجاست و اینکه یه خورده بحثتون میشه که بره سر اون کار یا نره سر اون کار، و نهایتا هر نوع مکالمه ای رو انتخاب کنید جولیا سر اون کار میره، و اینکه بعد از اینکه کالش یه ذره خیلی بد میشه خیلی بد میشه، دکترها به شما میگن که، دکترها که در واقع یه پرستار توی بازی به شما میگه، ما یه جایی داریم، یه اقامتگاهی، استراحتگاهی، همین جایی که میبینید، اسم پرستارم دنیله، میگه دوست داری بفرستمش اونجا، شما اینجا میتونید انتخاب کنید که بیاد با شما یا نیاد. تفاوتش توی اینه که در هر صورت شما جدا میشید از جولیا، یا میفرسینش یه جایی ازش مراقبت کنن، یا میبرید جولیا رو پیش خودتون که بعد از یه مدت پدر و مادرش میان و میبینن که حال و وضع جولیا خیلی خوب نیست، در حدی که مثلا گاهی از اوقات تو خواب راه میره، از خواب میپره، و شما مثلا برای یه بیرون رفتن نصف شب مجبورید که انتخاب کنین من پشت در خونه صندلی بذارم یا اعتماد کنم به طرز خوابیدنش، و در این حال مرتب میاد تو فضای جنگل که ما نمیدونیم قضیه از چه قراره. اما دلیل این که این آدم که اسمش هنریه چی میشه که میاد توی جنگل، به دلیل اینه که اینجا همون جاییه که میخواییم یه شب بزنیم بیرون، بزنیم مشروبی چیزی بخوریم، به مشکلاتمون داشتیم فکر میکردیم، و همون شبی که میریم مشروب میخوریم هم از قضا به دلیل مستی موقع رانندگی میفتیم زندان. این قضیه رو از جولیا مخفی میکنیم و با باربارا اگه اشتباه نکنم، باربارا بود کی بود، خواهر زنمون، خلاصه اسمش هم یادم رفته، باربارا بود فکر کنم، مطرحش میکنیم، به کسی دیگه هم نمیگیم قضیه رو، ولی خب اوضاع زندگیمون اوضاع نابسامانیه. بهراد جان چه اومدنی بود چه رفتنی، امید لنون عزیز خیلی خوش اومدی. آقا امید اومده، من تشکر ویژه بکنم از امید به خاطر اینکه بازی فایر واچ رو در اختیار من قرار داده که بتونم براتون استریم کنم. علامت تعجب امید رو بزنید، کنترل رو تموم کرده و امشب ساعت 9 شب اگه اشتباه نکنم قراره لیدل نایت مرزی که دی ال سی شو با هم دیگه مرور کردیم رو، آقایی که شما باشین، بازی اصلی شو برداره بره، و یه علامت تعجب امید هم اگه توی چت بزنین که نمیزنید، خودم میزنم، چقدر تنبلین، یه الان تعجب امید میرین اینستاگرام و تویچش هم دنبال میکنین که لذت ببرین. آقا اینجا برج مراقبت، هنوز نمیدونیم آقا ما اینجا چیکار میکنیم، و نهایتا میرسیم به اینجای ماجرا. چراغ روشن میکنیم و اینجا دیدبانی ماست. حالا پدر مادرش جولیا میان و جولیا رو میبرن و ما تصمیم میگیریم واسه 2-3 روز بریم توی جنگل به عنوان جنگلبان کار کنیم. البته بیشتر این کاری که ما الان پیدا میکنیم بهانه ایه که با خودمون تنها باشیم. مرسی بابت ساب از SDKSS. تو که ساب کرده بودی، چون دوباره ساب شد، تو ساب تیر 2 کرده بودی آخه اخیراً. ریساب تیر 1 آقا نکن همچی. مرسی از SDKSS شان، هم به خاطر ساب تیر 2ش هم به خاطر ریساب تیر 1ش خیلی ممنون، یه دنیا متشکرم به خاطر حمایتی که از بنده میکنید و استریما. آقا آرزم به خدمت گلتون که فدات شم، قربونتون برم. من به جا شما علامت تعجب میزنن، مادای ما هم که کلن نیستن، ما خودمون ماد سر خودیم. تصمیم میگیریم جنگلبان شیم، میایم اینجا که میرسیم
حالا از اینجا به بعد بچه‌ها من ریز دیالوگا رو نمیگم، یه جاهایی سکوت میکنم. همتون هم انگلیسیات، اونایی که اومدن امروز هم عموما دارم میبینم دیگه، بچه‌هایی که بازی رو مرور کردن، ولی من یه خلاصه هم از رویه صحبت ها و مکالماتی که بین ما رد و بدل میشه میگم. خب بیسیم توی جنگل اولین چیزیه که ما داریم. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the... دیلایلا اینجا باش آشنا میشه. حالا این دیلایلا کیه و اینا، به این مکالمه ها گوش بدین، به وقتش تو مسیری که دارم جفتک میزنم راه میرم توضیح میدم و بهش اشاره میکنم. من یه ذره دیگه برم پایین، کلا کادر دوربین میرم بیرون. خوبه آروین فان زیاد میکنه، جدی نگیر. Excuse me? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. این مکالمه الانشون بیاد میگه که آقا جریان تو چیه؟ آدمایی که میان اینجا واسه کار همشون یه گیری تو زندگیشون دارن. بعد اینم یه ذره جا میخوره هنری، میگه که من ببین فقط 2 روز اومدم اینجا استراحت کنم، گیر نده. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. ماد نمیخوای، حالا سرش صحبت میکنی. Okay, you've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now. Not quite. Now you. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your title job and finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. از همون ابتدای کار دیلایلا شروع میکنه حالت مکالمه رو از یه مکالمه یه نرمال خارج میکنه و میگه که، یعنی این فضا رو ایجاد میکنه که شما میفهمید که یه همکار دیگه هم داریم. چیزی که ممکنه اوایل بازی بهش دقت نکنید، وقتی استارت رو ول میکنم اون ته یه نور میبینید که برج مراقبتیه که دیلایلا توشه. قرار این مدلی بازی رو براتون جلو برم، مثل چیزایی که شاید به ذهنتون اول بازی نیاد و ته بازی مهمه رو الان بهتون نشون بدم. در صورت اون ته جایگاه دیلایلاست و میبینید تو مکالمهش میگه که خب حالا مثلا بیا بازی کنیم دیگه، من حدس بزنم تو چه مرگته، تو حدس بزن من چه مرگمه، که من مثلا گفتم آره تو 3 تا شوهر تو کشتی، الان دپرسی فلان پا شدی اومدی اینجا، اینم داره میگه که تو از کارت اخراج شدی، در واقع داره حدس میزنه مشکل ما چیه. این مکالمه اولمونه و اینکه یه جور خوش آمدگویی برای روز اولی که ما اومدیم سر کار. صبح میشه و قراره ما کارمون رو شروع کنیم. آره، بازی رو تموم کردم. ولی امروز میخوام از بچه‌هایی که تموم کردنم استفاده کنم، نظرهای اونا رو هم بپرسم. روز اول و چون میخوام غلظت مکالمات حفظ بشه، دوست دارم وسط صحبت ها دیگه استارت نزنم و گوش بدین. Sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! It got language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight.
Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. خب بذارین. Smart. Shut up. ببینین اول کار ما دیر از خواب پا شدیم، بعد به ما گفت صبح بخیر، گفت بعد گفت که البته بعد از ظهرت بخیر، بعد گفتیم آره من ندیدم ساعت، اونم گفت طبیعیه روز اول همه همینجوریان. وسط مکالمه و حرف زدنمون که داشت بهمون گفت اینجا چه خبره، اون نقشه رو بهمون نشون. ایزی ایزی تمام تمام. مردم یه لحظه. مرسی از امید صدیق ایمانی، چه پشم ریزانی میکنه امید توی این صحنه. آقا من واقعا مجددا تشکر میکنم از امید. بچه‌ای که لیدل نایتمرز میخواین ببینین، حتما مؤکدا تاکید دارم که حتما امید رو دنبال کنین. امشب لیدل نایتمرز رو واسه تون میره، دستش هم درد نکنه. داشت با نقشه رو به ما نشون میداد و سیستم نقشه خونی که آقا واقعا سیستم گوهی هم داره برای نقشه خونی. وسط حرفمون یهو یه جا دیدیم که آتش بازیه و الان باید ما بریم سمت آتش بازی و به حضور شما عرض کنم که باید بریم سمت وست اینجا. و گفت اونجا که داری میری یه تنابی هم هست که اگه بخوای از اون تناب میتونی استفاده کنی برای اینکه به قول معروف توی یه جعبه است، جعبه هم پسوردش 1234ه و میتونی از اون تنابه استفاده کنی بری به اینایی که دارن آتش بازی میکنن تذکر بدی که خطرناکه. و ما اولین روز کاریمون رو اینجوری شروع میکنیم، بنابراین میریم سراغ اولین روز کاریمون ببینیم که به چه منوال پیش خواهد رفت. خب این جعبه یه که گفته بود ما پیدا میکنیم که پیداش کردیم. Found the supply box. Great. So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. تعداد زیادی هم از این شروور هست، از این جعبه ها، سپلای باکس ها که در کل جنگل وجود داره. پسورد 1234 رو میزنیم، باز میکنیم. نقشمون رو هر جایی که بریم میتونیم به این صورت آپگرید کنیم، یعنی ما هر سپلای باکسی که پیدا میکنیم میتونیم نقشمون رو آپگرید کنیم. توی جریان تئوری ها نامه هایی که ما برمیداریم هم تاثیر داره و همینطور مکالماتی که بین ما و این دیلایلا رد و بدل میشه، چون میخوام خیلی چیزها رو خودتون تجربه کنین به مکالمات خیلی نمیپردازم، جاهای مهم مراجعش حرف میزنم. یه محبتی که میکنین آقا از اینجا به بعد بازی، از همین لحظه هر موقع که اینا دارن حرف میزنن، حتی اگر زبان انگلیسیتون خوب نیست به توناژ صدای دیلایلا، نحوه حرف زدن دقت کنید. اگرم که زبانتون خوبه به دیالوگ هایی که دیلایلا استفاده میکنه به عنوان یه زنی که ما نمیشناسیمش و تو محیط کارمون باهاش آشنا شدیم هم دقت کنید. ببینیم دارن آتش بازی میکنن، انش رو در آوردن. بیا اینجا جنگل رو به پا. خب تناب رو میزنیم و میریم پایین، رپل میکنیم و بله مثل گوز تو این صحنه میخوریم زمین. بچه سلام امیر حسین، چطوری؟ خوبی؟ خیلی خوش اومدی امیر حسین جان، بسیار خوش آمدید. حالا میگیم خوردیم زمین. My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake.
ببینین وقتی گیر میکنه تو بازی میتونین حتی از تیلایلام کمک بخوان که مثلا الان بین این دوراهی که ما مونده بودیم به ما کمک کرد، گفت به سمت غرب برین. قبلش هم که توضیح دادیم خوردیم زمین، ولی مثلا دیالوگو دقت کردین؟ گفت آره مثلا تنابم پاره شد اینطوری شد، بعد برگشت دیلایلا چی به ما گفت؟ چیزیو که خراب نکردی. به نوع دیالوگا دقت کنید اینجا باز ببینید. بله سوتیان یافت می شود. Why? Because you're 12? There's a... Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies same as anyone, but there's, you know... Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. میگه من دو تا زن لخ اینجا پیدا کردم. بعد تیکه های دیلایلا رو دیدین؟ دو تا اپسش بر میای. اینا هم ناراحت شدن ما لخ دیدمشون. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? A damn thing about me. We know you're a peeping Tom. How long have you been standing over there? Oh my god, is that what you are? Mark me out. Ew. Can we just get out of here? I will totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Jana. بله راه داره صدای بازی زیاد کنه. بذارین صداشو زیاد کنه. دختر لختا رو ما پیدا کردیم، بعد الان اینا هم دارن میگن آقا مرتی که بیشور قایم شدی ما رو نگاه میکنی، ما هم گفتیم خفه شو بابا چیز آتش بازی کردین. من میدونم اینا دارن تیکه میندازن زبون درازی، ما هم داریم جوابشون رو میدیم. صدا بازی ببینین الان بهتر شد. It went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. الان صدا بازی اوکی شد بچه‌ها. اون وسط دو تا آدم سایه بودن ندیدین؟ تو آب بودن. وسط آب لخ بودن، ولی خب دیگه لختشو به شما نشون نمیده که وسط بازی. پرن که نمیبینیم، گیم میزنیم. بعد چون تناب اونم پاره شده از مسیری که اومدیم فقط ما رفتیم تذکر دادیم گفتیم داداش آتش بازی نکن اینجا. ولی دقت کردین چیزا رو سوتیان و شورت رو پیدا کردیم دیلایلا چه تیکه ایم انداخت. ببین دیلایلا دوتا زن لخ پیدا کردن جدی پسش برمی آی. یعنی کلن دیلایلا فان قضیه، یعنی تو آقا تیک میزنه دیگه، خیلی خلاصه تیک میزنه آقا، تیک میزنه. Okay, so yes, it was. I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. نور دوربینم اگه زیاده بگین کم کنم. Well, you know, I'll try to make it up to you. Anyway, let me know when you get back to your lookout. خب ببینی به هر بهانه ای هم با ما شروع میکنه صحبت کردن، از اینکه مثلا آره من دیروز مست کردم اینطوری، بعد ما هم داریم باش حرف میزنیم. این لاس زدنه ادامه داره. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it.
But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Oh, I'm back. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Ah, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. Hello? It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although, Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. خب اینجا اولین جای مرموز بازی رو ما میبینیم. توی غاری که پیدا میکنیم، حالا مکالمه قبلشون هم که گوش دادیم که مثلا حالت حرف زدنش این که درست خطرناکه ولی ببین تو بچه نیستی، دلو بزن به دریا. یعنی یه تصویر داره ناخودآگاه به مرور زمان از زنی که داره با ما حرف میزنه شکل میگیره. یه زن خوش صداست، خیلی کوله، شیطونه. وقتی ما میگیم دو تا دختر لخت دیدیم، پایه حرف میزنه و اینکه کلن با خلبازیای ما پشت بیسی، مثلا ما میگیم این طرف یه چرت و پرتی میگیم، اونم با همون میاد و این شخصیتیه که داره کم کم از دیلایلا برای ما شکل میگیره. از اون طرف اول اینجای مرموز بازی رو میبینیم که توی غاری که پیدا کردیم یه دریه به شماره 452 که قفله و ما هیچ چیزی راجبش نمیدونیم. دیلایلا هم اطلاعات خاصی راجبش نمیده. بازی واکینگ سیمولیتوره سوید جان. دیلایلا بعد تو کفه ها اولالا با بودو. هوا هم که طوفانی شده دیگه. اون بالا دیدین؟ اون بالا رو دیدین؟ There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. اینجا ما یه نفر رو دیدیم. اگه دقت کنین اون بالا چرا قوه به ما انداخته بود، گزارش که دادیم دیلایلا برگشت چی گفت؟ ببین یه چیزی راجع به اینجا بهت نگفتم، بذار بهت بگم. اینجا یه جای خیلی خفنه. بعد شروع کرد مثلا راجع به ترسناک بودن اینجا و بد بودنش و اینا که مثلا آدما میان اینجا به چخ میرن حرف زد. من گفتم اوکی بابا باشه تو بامزه، تو بانمک، من خیلی ترسیدم. بعد اونم برگشت گفت که خب دقیقا جواب منم به اندازه مسخره بودن حرف توه دیگه. وسط ناکجاباد یکی رو دیدی، حالت خوبه؟ کیو دیدی آخه؟ خب ما چون طلابمون اونور پاره شده بود از این ور داریم بر میگردیم سمت خونمون دیگه. گوز میخواد زمین. بله بالاخره برجمون رو دیدیم. So it's just the outhouse then in terms of going to the bathroom. You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. و اینجا یه توپ هم پیدا کردیم. دستشویی و اینا چیز خاصی هم روش نگفت. مرسی برای فالو از آی لاینا. خب کجاست ساختمون ما؟ برج مراقبتمون اینجاست. تذکرمون رو دادیم، روز اولمون به خوبی و خوشی سپری شد و اینکه هوا هم طوفانیه. یه آدم مشکوک اونجا دیدیم و
What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. گفتین دستگاه تایپمون افتاده بیرون، مگه باد میتونه اینو بندازه بیرون؟ من بهت گفتم یکی رو اینجا دیده بودم و این قصه اینو نگفت من اضافه کردم. گفت فکر کنم تو باید بری داخل. اومدیم اینجا ببین. شکسته شیشه‌مو. They what? They just they wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. لافت و شکمون هم دزدیدن. Place is trashed. به گاه رفته اینجا باشن. ببینی؟ ما داریم گزارش میدیم که اینجا Okay, thanks. Do you have any idea of who done this? Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. خب، اینجا که یه مکالمه خیلی ساده دارن. آره حمید، من با پی پی ال واسه کردم. Anyway, I hope you can sleep. I'll talk to you in the morning. خداحافظ. منم گفتم آره ما قاطی کردم، رفتم جواب چت بدم. شروع کرد دردل که آقا من باید نگران خرس وحشی و جنگل و آتیش و این چیزا باشم، دیگه همینم مونده نگران آدما و اینا باشم. گفت باشه گزارش میکنم اگه یه آدمی هم دیدن. چون از ما پرسید به نظرت کار کی میتونه باشه، گفتیم کار اون آدم است که اون بالا دیدیمش، نظر تو چیه؟ اینم برگشت گفت که اوکی اینم گزارش میکنم ببینم اگه کسی دیدن به من بگن. یه چیزی رو دارک میگه، میگه که هر چیزی رو بردارین میتونی سر جاش بذارین، فقط باید جای دقیقش رو پیدا کنی. پرت میکنه کلا، دقیقا هم اونجا نمیذاره. هی ویک اپ. بابا بیا. پاشو دا. I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. آها راست میگه. I mean, ایوال دارک درست میگه. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So, you're going to want to go back there, go through it and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. خب، آقا مرسی از دار که نکته جالب گفت، من نمیدونستم. مثلا من اینا رو بر میداشتم، مثلا یه چیزی رو، بعد اگه دقیقا همون جایی که برداشتین بگیرین، همونجا سر جاش میذاره. ولی اگه مثلا یه چیزی رو بردارین، یه ذره جا به جا کنین. پرتش میکنه. ولی اگه دقیقا همونجا بذارین، نه این دقیق نبود، سایمون کرد. آبا نکن. کجا برداشتیمش؟ دقیق بذارین همونجا. آبا بیا برو اون بر، اینو امتحان میکنی. ببینی اصلا اینو از اینجا اگه برداشتیم، ببینی دقیقا میذاره همونجا. اینجاش کجا بود؟ اینو من میخوام بذارم. اینجا بود. زهر مار. شیت. این کجا بود؟ برو گم شو بابا. چی نوشته؟
نوشته که خب دارک نوشته که سر جاش، اینو که توضیح دادی مرسی، به توصیه میکنم کلا تو شوخیات باشه یکم مراد رو توجه کن. حمید چیزی گفته، حمید میگه شاخ شدی دیگه تحویل نمیگیری. نه حمید دیدم اتفاقا دایرکت، دو تا دایرکتام خیلی زیاده، نمیرسم همه رو جواب بدم، جواب دوستام خیلی وقتا نمیدم، واسه میگم اگه دوست دارن بیان اینجا توی استریم، تو استریم با هم حرف بزنیم، مثل الان که پاشودی اومدی. سوالی چیزی هم از اونجا داری همینجا میتونی بپرسی. هاشم میتونی بگی بازی درباره چیه؟ یه توضیح خیلی کوتاه میدم ولی کاش اول استریم بودی. یه مردی روایت عاشق شدنش رو توضیح میده، بعد زنش مریض میشه، آلزایمر میگیره و الان زنش پدر مادرش با خودشون بردن که استراحت بدن بهش و خودش هم نرفته استرالیا پیش پدر زن و مادر زن و زنش و اومده دو سه روز تمدد اعصاب کنه. به همین خاطر به عنوان جنگلبان یه کاریو میگیره که توی محیط جنگل آرامش داشته باشه. اینجا با یه همکاری که در واقع یه جورای رئیسش به حساب میاد که کارمند با سابقه تریه به اسم دیلایلا آشنا میشه. روز اولش رو گذروندیم، روز دوم جنگلبانی مونه. اما روایت داستان بازی خیلی مرموزه که همین ابتدای کار مرموزیش مشخص شد. ما تو روز اولمون در زمانی که برمیگشتیم به محل برج مراقبتمون، یه نور از دور میبینیم و از دور یه آدمی رو میبینیم. وقتی گزارش میکنیم دیلایلا میگه فکر نمیکنم اینجا کسی باشه. چی گفتم؟ فکر نمیکنم کسی اینجا باشه. بعد برمیگردیم برج مراقبت، میبینیم شیشه برج مراقبتمون شکسته، دستگاه تایپو تکسیرمون پرت شده بیرون و نهایتا لافت و شکمون هم دزدیدن. روز دوم پا شدیم و الان میگه به دلیل طوفان دیروز اتفاقی که افتاده اینه که سیمای ارتباطی قطع شده و دیلایلا نمیتونه با برج مراقبت، میگم با برج مراقبت، با مرکز اصلیشون تماس بگیره و از ما میخواد که بریم پارگی سیم رو پیدا کنیم ببینیم کجاست. باید پوتبک بیاد تا بزنید بیاد سر جاش. آها باید گزینه پوتبک بیاد براش. اوکی. این همکارش همون زنش نیست؟ زنش که آقا استرالیاست، فدات چم، مریضه، با مامان باباش رفته استرالیا. خب ببینید، چون بچه ها مسیریابی یه ذره سخته، اگه دقت کنیم گفتیم چه جوری بریم سیمو پیدا کنیم. برگشت به ما چی گفت؟ برگشت به ما گفت که یادت اون قاره که ازش اومدی، برو سمت همون قاره و از اونجا میتونی بری چیز کنی. حالا قاره رو ما چه جوری نشونه گذاری میکنیم؟ یه دستشویی بود پیدا کردیم بغل برج، این دستشویی رو نشون میکنی؟ من دستشویی رو باید پیدا کنم کدوم ور بود. این دستشویی اینجاست. خب دقیقا روبروی دستشویی مسیریه که ما میریم سمت قار. اینقدر مسیریابی تو این بازی سخته که باید این مدلی یادتون بمونه. الان من دستشویی رو نشون کردم، راه برگشت رو از طریق قارم که میدونم کجاست و باید دارم ببینم مشکل به چه منواله. فداتشم زکر گیمر جان، ارادتمندم. خب بریم اینجا. بعد بریم اینجا. تو حالت عادی مسیریابی اینقدر راحت نیست، من چون رفتم میدونم چجوریه، دارم میگم بهتون که همچین دنگ و فنگایی هم داریم. او یس بیبی. اینجا اومدیم چی کار؟ بله خیلی مسیری رو بیم خوبه. اون بار باید میرفتم سمت چپ. اوکیه اوکیه که الان میشه در واقع سمت راست قضیه. اینم پلی که از روش پریدیم. واقعا پپگا. خب خوبه دویدن تو بازی هستا، وگرنه مجبور بودیم با کرامل کاتمی اینجا رو رد کنیم. داریم به دهانه قار نزدیک میشیم. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like?
I just spend a lot of time with Julia. Oh, so you have someone there. Well... But you're taking a little break, or... We're... Look, I'm sorry. Can you hold that thought? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. ببینید به نحوه دیالوگویی این زن دقت کنید. اولا که سعی میکنه در حین عملیات و اینا کارهای سوالها و حرفهای خارج از برنامه هم بزنه و یه جوری این تنهایی دو نفرامون رو با مکالمه پر کنه. بعد دقت کنید مثلا میگه که خب تو تعریف کن، بعد منم راجع به زنم حرف زدم، خب عاشقش بودم دیگه، دوستش داشتم. بعد وقتی من میگم که مثلا با جولیا میرفتم بیرون بدون اینکه توضیح بدم زنم بوده چی بوده، اینجوری میکنه، میگه آها پس تو یکی رو بیرون داری. این آهان پس تو یکی رو بیرون داری دخترا معنیش این نیست که آهان پس تو یکی رو بیرون داری. این وقتی یه دختر با این استایل باهاتون حرف میزنه، چرا من شدم حضرت محمد، بذار نور رو کم کنم، روز دومه فردا شب، روز دومه صدامو داریم دیگه قطعا. وقتی یه دختر اینو بهتون میگه دو حالت داره. حالت اول که حالت خیلی نزدیکیه، شیطنت برای کنجکاوی خودش که ببینه شما چقدر جذبش شدین. و تو حالت دوم اینه که مثلا دختره از شما خوشش بیاد و مثلا بخواد بهتون بگه که اوکی من میدونم کسی رو داری ولی خب منم ازت خوشم میاد. معمولا حالت اوله، ولی نحوه انتخاب دیالوگا خیلی خوبه. بعد آره، حالا بریم تو بازی ببینیم چه جوریه. این اتفاق میفته، ولی خب به طور ناخودآگاه تو بازی آدما خوششون، یعنی این چیزی هم که بهتون میگم همه پسرا درگیرش نیستن. وقتی پسرا یه همچین تیک سبزی ببینن سریع شروع میکنن درست کردنش که خب البته حالا توی حالت ها مثلا طرف میخواد که خیلی هم مهم نیست، این اگه چیزی میخواستی بگو، که حالا همچین دیالوگی برامون وجود نداره. ولی I don't think so. Why, have you? بذاریم چی میشه. Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? Alright, I'll let you know if anything changes in that regard. سیما رو پیدا کرد. Hey, sorry about that. Anyway, Julia, girlfriend? Ex? Sorry, I don't mean to pry. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail. پرسید جولیا دوست دخترته؟ دوست دخترست؟ ببینید سؤال خیلی شیطنت داره. دوست دخترته؟ دوست دختر قبلیته؟ زنته؟ کیته؟ اینکه یه نفر میخواد بپرسه یعنی ناخودآگاه به ما میگه که وضعیتت الان چجوریه؟ مجردی؟ با کسی نیستی؟ البته من که الان کلا خیلی بد جواب شد، یعنی اینو پرسید از من، گفتم که من دارم سیمو میبینم. آره خب این گفت سیمو برو دنبال کن و این کجا به چخ رفته. We really can't reach anyone any other way than these wires. What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that. اینم رو گزارش کنیم. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. خب کل مسیر سیما رو دنبال کن. حتی دقت کن اول کار وقتی ما مثلا گزارش ایزی تمام مرسی واسه دونیت از هنگوور، چطوری آقا فدات شم. اگر رفتم تو جریان روایت بازی یه لحظه قلبم پرید. سلام چطوری امیر، خوبی؟ خوش اومدی. حتی وقتی ما میگیم اون دستشویی رو پیدا کردیم مثل آدم جواب نمیده و همش تیکه و تیک زدن توی حرفاشه، که نهایتا اتفاقی که میفته اینه که ما میگیم ببین بابا آدرس اونجا رو دادیم بگم جای درستی هم یا نه، که به ما میگه که سیما رو دنبال کن اگه جایی قطعی نداشت که اینجا قطعی داره و ما گزارش میکنیم. Yeah, okay, the wire's down here. Really?
awesome could find. It's like, I don't know, a mile and a half east of me. You just follow the trail up the hill, you can't miss it. I'll go see what the damage is. خب الان باید بریم نزدیک اون. ما یه دونه اینجا نقشمون رو آپدیت کنیم. گفتیم سپلای باکس ها رو که پیدا میکنیم که پسوردش 1 2 3. مرسی واسه فالو 3 و 4. اولین کاری هم که میکنید نقشه رو آپگرید میکنید. معمولا تو سپلای باکس ها یه سری نوتا هست که خیلی از ران و دیو they're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. ما توی جعبه رو بستم رو سیال خیلی مهم نیست، درش هم باز گذاشتم مثل نگاه کن، حالا خیلی اهمیت نداره. خب این کاغذ رو که نگه میداریم. دو تا شخصیت پیدا کردیم، دیو و یکی دیگه، و این گفتیم این دیوه نمیتونه احتمالا همون آدمی باشه که دیروز ما دیدیم و اینا. میگه نه اونا یه آدم های دیگه. یه سری اتفاقات اینطوری هم هست که خیلی مهم نیست. Hey, so there are beer cans all over the ground up here leading up the hill. That's annoying. Yeah, thing is, there were a bunch down at that campsite yesterday. Coincidence, maybe? I don't think so. Same brand, everything. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. خب دقت کنین. اینجا ما دو تا قوطی پیدا میکنیم. وقتی گزارش میکنیم دو تا قوطی تر و تازن و معلومه تازه خورده شده، اولین چیزی که دیلایلا به ما میگه، ذهن ما رو میبره به سمت اون دو تا دخترا. میگه آره بابا این جوونا اومدن اینجا باز به گو کشیدن. و خب برای ما هم سوال میشه چرا فکر میکنی اونه؟ بابا من یه آدمی رو دیدم. مثلا ما هر مدلی که یه چیزی ربط میدیم به اون آدمی که دیدیم، این هیچ جوره زیر بارش نمیره. کسی از من چیزی پرسیده؟ نه. و این میگه که توهم زدی. خب بزنید اینجا رو ببین. اینجا هم ببینید دوتا از ایناست. خب بزنید گزارش بدم دیگه. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it the moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I'm gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. خب ببینین الان مثل قصه حسن کچل که دنبال سیبا میره. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. مثل حسن کچل ما هم الان این قوطی آبجوها شده نشونه واسمون. با قوطی آبجوها قرار شد بریم بچه هایی که حالا از نظر دیلایلا این جوان ها اومدن و گفت زدن اینجا رو داریم میریم پیدا کنیم. و در واقع با نشونه پیدا کردن خود زن اون آدم هست. نه سوی جان فدات شم، زنش آلزایمر داره و فرستادنش کجا؟ با پیش مامان باباش و خودش اومده اینجا. این زنش یکی دیگه است. بابا صدای زن خودشه که میشناسه که، وایس چنجر که نمیذاره. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens.
No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. خب گفتیم یه کیف پیدا شده، گفت فکر میکنیم واسه این بچه مچه هاست، گفتیم نه بابا خیلی بیشتر از اینا اینجا بوده. گفت اوکی بگرد توش ببین چیزی به درد بخوری پیدا میشه. یه دوربین پیدا کردی؟ Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh no, no. میگم چرا نرفتم پایه. صبور باشی. سلام چطوری موسی؟ Great kid. You can bring children out here? No. You know, easy. Come on. استیس کاکا میگه فکر کنم منظورش این بود اون کسی که قطع کرده این دیلایلا اون زنه هست. آها منظورش این بود، متوجه میشه. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know. باید استارت کنم چون الان یه تیکه دیالوگ میخواستم بگم رفت. یه همینطوری دیگه از هنگوور. مرسی هنگوور جان به خاطر دونیت. دمت گرم. Got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? خب، من اینجا رو می‌خواستم بهتون نشون بدم بعد از اون تنها ببرم پایین. این جعبه بعدن میفهمین چیه، بخواستم ببینین. و خب این جعبه که هیچی کارش تموم شد. یه چیز دیگه هم میخوام ببینین قبلی که اونجا رو بریم، مهمه تو بازی. قیمت بازی 20 است. قرونتون برم. خب چیزی که کسی نگفته. اوکی Inja. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes. Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. گفت این دستگاه چیه؟ گفت با این میتونی بیای سمت ایستگاه من. بعد گفت که خب چجوریه بگو کار میکنه استفاده کنم بیام اون طرفی. گفت این فقط واسه تایمای خیلی ایمرجنسی. شیق دارد چپ اونوری شدم. ای بابا باز نورم کم شد. گفت واسه مثلا تایمای خیلی حساس و اورژانسیه همیشه استفاده نمی کنم ازش. بعد مردم مزدری گفت وای من الان یه موقعیت ایمرجنسی توش گیر کرده، موقعیت اورژانسی توشم. بعد دخترم برگشت گفت که مثلا بابا یعنی چی؟ بعد اگه دقت کنید به مردم میگه هنک، نمیگه هنری، اسم گذاشته واسش. بعد دیگه نهایتا این شد که بهش گفت نه برو به کارت برس. پس این اولین باریه که ما میتونیم دیلایلا رو ببینیم، ولی دیلایلا از دیدن ما سر باز میزنه. روی اون جعبه هم نوشته بود
two forks. خب استیک استیکا اس اس منظور از این تو فورکس چیه بگو که میگی تو جوابم نوشته بود، یعنی الان چه پوینتی داره؟ شاید به ذهن من نرسیده باشه، بگو با بچه‌ها به اشتراک بذاریم. هر کی هم بازی کرده هر نکته‌ای که من رد میکنم و فکر میکنه نکته جالبیه بگه، اونم رو بچه‌ها شیر میکنی. خب تا اینجا خیلی داستان داره یه کوچولو مرموز میشه، یعنی آدم احساس میکنه که دیلایلا چرا نمیخواد ما ببینیمش، اون مردی که ما اون شب دیدیم کی بود، چرا سیمو یه نفر قطع کرده، چرا دیلایلا اصرار داره که سیمو بچه ها قطع کردن، و نهایتا این که ما فعلا باید بریم بچه ها رو پیدا کنیم. اون جعبه من میدونم چیه ولی الان توضیح ندادم اون تو فورکسش چه اهمیتی داره، بگی ممنون میشم. خب تنابم که یافتیم بریم بهش وصلش، بریم پایین. خب قرار شد بچه ها رو میخواییم پیدا کنیم، نگاهمون باشه به بطری های آبجو. STKSS help me پسر، چیکار باید میکردی؟ آها اینجا هم باز تنابه. میگه که توی دیالوگی که الان دیلایلا گفت، هنری به هنری و تو فورک رفرنس داد که تو فورکس تورنادو رو دیده و رو اون جعبه هم نوشته بود تو فورکس. آها من اینو نمیدونستم، جالب بود، به این دیالوگی دقت نکرده بودم. اون موقعی که داشتیم سر به سرش میذاشتیم سر دستگاهه، دیلایلا از تو فورکس استفاده کرد. خب البته میشه اینطوری هم توجیهش کرد که آقا مثلا چون اینجا جاییه که دیلایلا هم کار میکنه. چه اینجوری میکنی؟ اینجا جاییه که دیلایلا هم کار میکنه، طبیعتا این اسما رو دیده و اون لحظه واسه تعریف کردن اون داستان فانش از این اسامی استفاده کرده. نقشه رو آپدیت میکنی. هاشم یعنی بازی رو پکوندی بعد میگه اگه چیزی رو نگفتم بگی. نه خب حالا اگه چیزی بود بگی. این متنا رو من هیچ کدومو نمیخونم به خاطر اینکه یه ذره کون گشادتون رو جمع کنید ببینید فکت تئوری در بیارید. Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh really? نه تو خالی میمه. همین میگم یه دونه یارو. خب چیکار کجا باید میرفتیم؟ اینجا کجا پریدیم پایین؟ پریدیم پایین این و So did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I'm actually married. But you're here. ببین دیگه خیلی دیگه ببین خیلی تیک میزنه. بهش میگم آقا من زن دارم اینجوری میکنه. خب ولی تو اینجایی الان. یعنی ببین یعنی رسما دیگه آقا هر کی باشه پا شل میشه آقا تو این شرایط. شما بودین پا تو شل نمیشد. ببین آقا من زن دارم. میگه خب ولی الان که اینجایی، الان که اینجایی خیلی حرف داره. Everything's fine just you know we're taking some time apart getting some fresh air. A little change. Yeah. All right. Well, we can just leave it at that. Thanks. منم از این مردای یوبسم الان در حال حاضر ها عشان یوبسم فاز اینکه اوز لاس زدن ندارم. I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in the fireweed. Well, I want you to stay out there as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. خب این سیف شو درست دارم میرم اشکلو بشونیا امیدوارم البته فکر کنم دارم درست میرم. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Oh man. What? You like that? This guy is the freaking king of the flapjacks. Yeah, that's solid. I'll have to keep that one in my pocket. It's all yours. درست دارم میرم. Nope. ببینید بچه ها چه شما لاس بزنید چه تحویلش نگیرید اتفاق خاصی نمیفته، ولی برای اینکه حال کنیم از این بعد باش لاس بزنم. Really? Is it a complete arch?
No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Well, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. آقا پا از این به بعد ما باش تیک میزنیم. تو الان تیک نزدیم میکای جان، خیلی خوش اومدی، مشرف فرمودی قربان. آقا ما هم از این به بعد باش شروع میکنیم چی؟ تیک زدن. اوکی، حرفی نیست، تو الان دیده بودیم بهش، دیگه بهش نمیدینیم، دیگه فقط تیک میزنیم. شما هر موقع که دکمه بالا رو بزنین گفته که find the teens، بچه ها رو پیدا کن، چیز خاصی نمیگه. خب واسه همین یعنی شما باید تو این بخش بازی محیط بازی رو اکسپلور کنید و ببینید چی دستگیرتون میشه. یه چیزای جالبی قراره دستگیرمون بشه. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. I'm back at the shale slide. You know, the one that nearly killed me yesterday. You ready to give it another shot? Ugh. Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. صحبت شد، گفت که آقا اینا دوتا جوان ها احتمالاً یه جای کمپ میکنن، دود و اینا دیدی به احتمالاً میتونن اونجا باشن. ما اون دود دیدیم، گفتیم سمت غربمون یه دودی میاد، بعد گزارش دادیم، گفتیم اومدیم پیش همون دره که دیروز ازش شوت شدیم. مرسی واسه فالو. و اینکه چون گفته غرب، ما توی دستمون فقط به سمت وست میریم، همینجوری کله رو مثل گاو میندازیم پایین، میریم سمت وست. از این ورم میتونیم بریم، از این ورم. سلام کریزی جان، خیلی خوش اومدی. ای بابا این نورم اسکل کرده ما رو. بذارین حالا چی باشه. فایر واچ یک بازی ویدیویی در سبک آمرسی امیر حسین. آقا نور من اگه واقعا دوباره زیاده بگین کمش کنم. اگه اوکی این که فبه حل مراد. There was Vernon whose wife got put away for running cocaine. Becca, who was widowed after her husband, a jockey, was trampled by his horse. Okay, that jockey story is actually about you, huh? No. But can you believe that? It's crazy, right? Well, so then who? I'm the rare breed. My heart's intact. That doesn't mean I didn't join up to get away. But there's more to life than sex and romance. That's great. You should buy a lottery ticket when you get home. Wyoming doesn't have the lottery. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's, lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? درمیگه این درخت ها علارغم آتیش سوزی هایی که بوده خیلیشون بیشتر از 100 سال عمرشونه. محو شدم. خدایا چه وضعیتی داریم بابا. اینقدر نور اتاق، باید یه پرده بگیرم، هی باید نور کم و زیاد کنم. نموده من الان ببینم آفتاب اومد، هوا ابریه، دو دقیقه دیگه میره زیر ابر، دوباره تاریک میشم، بعد دوباره باید
وست بیا ببینم کدوم گوریه. وست این بره. میریم سمت وست. Waterfall down here. Even those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Ready, my child? Did she's not paid again? Because we're on the right track. Roger that. اینجا یه نشونه پیدا کردیم. گفتیم اینجا هم احتمالا لخ شدن پریدن تو آب و آلهون بطری آبجو هم که یافتیم. اینجا کمپشون رو پیدا کنیم. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear they must have dragged 4 cases of beer out here. These girls have a full case of beer left here. A full case. Their tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. You know, maybe I should take one of those sleeping bags. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? I didn't do anything to them, but it looks like someone had it out for them. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. It's weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. مرسی کیوان، مرسی محبت داری. نه با عکاسی هم بلد نیستم. گفت که آره کمپشون رو پیدا کردم و اینا. گفت یه نامه ای هم گذاشتن. گفت چی نوشتن توش؟ گفت هیچی. توش اینجوری که نوشتن یکی مثل که بهشون حمله کرده و گفتن میخوان به پلیس گزارش بدن و اینا. گفت آها تو حمله کردی؟ گفت نه با من نبودم، یکی دیگه بوده. یعنی ما الان متوجه شدیم علارغمی که ما به عنوان جنگل تو جنگل بانیم، ولی دو تا دخترایی که دیروز سر به سرشون گذاشتیم بودن هستن هنوز. یه آدم مرموزی که ما دیدیم نمیدونیم کیه و خب پسنجرهای متفاوتی هم هستن که میان اینجا و میرن. و Hey Henry. Yeah. What do you look like? Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Do you know Raleigh Fingers? He pitched for the A's? No. Well, I'm the spitting image of him. Oh, wait, is he the guy with the snidely whiplash thing going on from the 70s? Ooh, my dad loved him. Yeah, that's him. That mustache. Now you have my attention. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow, I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? یه اتفاق جالب میفته اینجا، خیلی هم در جریان بازی اهمیت داره. این میگه من مثلا از توی ایستگاه خودم با حالا اون دوربینی که دارم مثلا همه جا رو دید میزنم و اینا، میگه که من مثلا تو رو یه آدم سفید میبینم. اینم میگه نه بابا من خیلی سفید نیستم. البته بگم قبلش هم داره میپرسه که تو چه شکلی هستی، برام جالب سوال اینا. ما قرار شدم ما تیک بزنیم، دارم باش تیک میزنم. نکته جالب اینه که از ایستگاه خودش دیلایلا میتونه دید بزنه. من این نکته رو میخواستم بدونی الان.
clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing. You're what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. They're happy, I think. I mean, I've been told they look happy. Julia told you that, huh? Look, I don't know how to... ببین خیلی این دختر خوبه. یعنی قشنگ میدونه چی و کی بگه. آقا شما نگاه کنین، میرین سر کار به عنوان جنگلبان توی جنگل، همکارتون هم یه دختریه، بعد یهو به تو بیسیم میزنه، چه شکلی میشه بهم بگی؟ برای مهمه، دارم میکشمت. میدونی چی میگم؟ چطوری آرفی خوبی؟ بعد نمیدونم چشات چه رنگیه، ریشت چه جوریه. بعد شما در این حالی که مرتب این سوالو با خودتون مرور میکنی که آقا این داره تیک میزنه، من خوشش میاد، ولی خب دارین توضیح هم میده. آلبی من اولش لاست نمیزدم، بچه ها گفتن لاست بزن، منم دارم لاست میزنم. Happy is good. That's good. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Oh, and that window is all patched up. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. آرمی خوش اومدی در صورت. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. از اینجا روایت داره تندتر میشه. واسه همین اتفاقا رو خوب گوش بدی. قضیه گشت ارشاد چیه؟ هان داری به آروی میگی. روز نهم جنگله. ما قرار بود 2 روز اینجا باشیم. ما انقدر لاس زدیم با خانم دیلایلا موندگار شدیم. Having a nice afternoon? Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. 2 young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. دو تا دخترها بودن، دیده بودیمشون، لخت الله ها، جفتشون گم شدن، گزارش شده که گم شدن، یه هفته است، خبری ازشون نیست. I didn't do anything to them. What about their camp? That wasn't me, you know that. اینجا گفت که احتمالاً تو آخرین نفری بودی که دیدیشون. بعد گفت که با من که کاری نکردم. خب یه جوری گفت که مثلا نکنه اتفاقی افتاده، مثلا مثالتی که تو کاری نکردی، گفت با من کاری نکردم. بعد گفت راجع به کمپ چی؟ اونم گفت خودت که میدونی من بهشون حمله نکرده بودم. در واقع یه خبری از بیرون دیلایلا میده که اون دوتا دختر گم شدن و به نظرت چیزی به ذهنت میرسه با توجه به چیزایی که دیدی. خب اینجا یه ذره جریان مرموزتر میشه، مخصوصا که ما از همون روز اول یه آدمو خیلی مشکوک داشت ما رو دید میزد دیدیم و میدونیم یه نفر اومده اتاق ما رو به هم ریخته. Look, it's not going to be an issue. گارد نگیر. I mean if they turn up dead then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble?
I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll اینم میگه آقا ممکنه مرده باشن، اگه چیزی به ذهنت میرسه که مهمه به من بگی بگو، که بعد جفتمون اینجا به چخ نریم. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. روز 15 آقا دو روز بود اومده بود اینجا و بره خوشش اومده، دو هفته است اینجا پلاس شده قشنگ. سلام علی جان چطوری، خوش اومدی. ریونف جان تک کن، خانم محترم هم قراره ببینیمش، صبور باشین. ببینیم دیلایلا کیه و اون موقع است که همه میگن هنری ویک اپ شما. اینجا رو فقط گوش بدین، فقط، من هیچی نمیگم. Put that down. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Babe, it's late. I know it is. You sound tired. I am. Are you having a nice time? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. آره خواب پرون، بعد ما هم تو خواب نمیفهمیدیم با کی داریم حرف میزنیم، باز جولیا زن خودمون که بهش میگیم جولز شروع کردیم صحبت کردن، بعد این زن انقدر پایست نگفت اسکل من دیلایلام، اومد با همون اومد. حالا جالبترم میشه، صبور باشی صبور باشی. دیلایلا اول استریم کجا بودی؟ کجا بودی؟ Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand-delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. خب، اینجا اتفاق دوم جالب قضیه میفته. خب؟ So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night? You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. Is there anything else you want to tell me about her? Yeah, actually. Look, I wasn't honest with you about her. Well, why not? Because I messed up. She got really early Alzheimer's and I lost her. She's still alive. She's being taken care of back in Australia because that's where she's from. She's there. Oh my God, Henry. And that's it. I'm so sorry. Yeah. Henry, listen. Oh my God, I'm so sorry you've gone through that.
I don't know if you've thought of it this way, but her family is taking care of her, and you need to take care of you. Thanks. I'll let you keep hiking. اینجا ما قضیه رو یعنی راجع به اون شب حرف زد، گفت قضیه جولز چیه. ما هم گفتیم ببین آقا، زن من قصهش اینه، او یه جعبه پیدا کردیم، زن من قصهش اینه آلزایمر داره پیش مامان باباشه و اینا. حتی دیالوگ آخرش رو دقت کنین، میگه که اینجا قبلا بودیم. اینجا کجا هست که بودیم؟ اینجا کجا هست؟ این طرفی باید بریم یا این طرفی؟ برگشتیم، برگشت به ما گفت که اون به هر حال مامانتینا مراقبش هستن، تو هم باید اینجا مراقب خودت باشی. یعنی کماکان ریز تیکه رو با ما داره میزنه. بودیم سمت شمال. ما الان کجا داریم میریم؟ یه بالا ببینم. شمال این ورده داشت. الان داریم میریم اون جعبه بود گنده که بهتون نشون دادم، داریم میریم پیش اون جعبه. فقط یه ذره گوسفیچ هم خودم که نگران نباشید، به زودی از فاز گوسفیچی خارج خواهیم شد بدین شکل. Hey, Delilah. What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. What do you think they're keeping in? What do they not want to have get out of there? So many things. Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Okay. Thousands even, full percentage points of the global hedgehog population. Uh-huh. The New Zealand government is up in arms. Where are all the hedgehogs? Well, folks are hiding them all in Wyoming. That's where they are. Who would do that and why? Haha, that is the real mystery. Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high quality information. Okay. I'll ask what's up if I talk to someone in the next few days who I think might know. Hey, remember that guy from a few weeks back? The guy I saw while hiking home on my first day? The sheet thief. Yeah, that guy. Go on. Maybe he was from this fence place. From the land of the fence. Yes. You know what? I'll make a note. You might be on to something. خب ما اینجا یه نردکشی به صورت سیم پیدا کردیم و اینجا باید میرفتیم بالا و گزارش دادیم، گفتیم که این قضیه اینجا چیه. بزنین نشونتونم بدم کجاییم. بیا پایین داداش. ببینید این سیما رو اون ور پیدا کردیم دیگه. ببینید ما تو نقشه کجاییم. اینجاییم. میبینین کجاییم؟ این پایینیم. خب اون بالا کجاست؟ شمال، یعنی راست سپلای دراپ. داشت توضیح میداد، من خودم زودتر اومدم برداشتم اینجایی که الان داریم میریم. اینجا دقیقا نزدیک به برجک کیه؟ نزدیک به برجک دیلایلاست. حالا وایسی من اینجا رو برم بالا به تو توضیح میدم قضیه. دیگه باید از خودش بپرسی اومده اینجا لاست داره میزنه خوشش اومده. داداش این تناب چجوری میاد؟ دوست داری بریم بالا؟ خب بذاری برم بالا که مشرف باشم به محیط. خب اینجا رو یادتونه داریم میریم جعبه ها رو برداریم. اجازه بدیم. تنها راهی هم که میتونیم بریم پیش دیلایلا همون دستگاه است که گفت فقط واسه مواقع ضروری و ایمرجنسیه. یعنی تو حالت عادی ما خودمون سرزده نمیتونیم بریم پیش دیلایلا، مگه که دیلایلا دستگاه رو اوکی کنه برای ما که بتونیم بریم ببینیمش. سلام، خوش اومدی هومن جان. خب بریم سراغ این جعبه.
و وسیله ها رو برداریم. این جعبه هست. قبلش بذاریم من یه عکس بگیرم. بذاری من یه حرکت دیگه هم میخوام بکنم که عکس اونجا رو هم بگیرم. حتما نگرفتم. وایسی ببینین این بالا چیز دیلایلاست. میبینین اون بالای بالا میبینین ایسکاشو چقدر بالاست. و اگه دقت کنید ایسکاهی که دیلایلا توش قرار داره مشرفه به این چیز است، این جایی که پیدا کردیم که توش سیمیمه. و اگه اون تیکه مکالمه دیلایلا رو با هنری گوش داده باشیم، دیلایلا شروع کرد شروع به جواب دادن، نگفت اینجا چیه، توش چی نگه میدارن. و ما هم مسخرش کردیم، گفتیم مرسی به خاطر این همه اطلاعات دقیقی که به ما دادی و فقط به عنوان یه طرح پیشنهادی برگشتیم بهش گفتیم که ممکنه چیز باشه، ممکنه باشیم. ما هم همه رو برداشتیم، گفت فقط چیزای خودتو بردار، ما هم کل غذا رو برداشتیم. بعد برگشتیم بهش گفتیم اون آدمه که روز اول دیدیم امکان نداره توی این آدمی باشه که تو اینجاست و مثلا ربط داره به اینجا. دیلایلا ما رو پیچوند و جالبه دیلایلایی که ایسکاش از اونجاست و از اونجا ما رو میتونه دید بزنه، حتی تا اینجاها میاد برای برداشتن ساپلایش، یعنی تا حالا نرفته دو قدم اون طرف در اون سیمه رو ببینه. I mean, I don't. دروغ گفتی. I'm hungry. So you did. من راستش. I gotta go. به ما پیغام داد، گفت تو که همه غذا رو بر نداشتی. گفتیم نه، ولی خود بازی بای دیفالت میگه که من خیلی گشنم بود. نم گفت خب، پس تو کردی این کار رو. روز 64م آقا، دو ماه شد داریم میلاسیم. صندلیم الان میارمش بالا. بیا اومدم بالا. راضی الان دیگه پایین نمیرم. نکته خیلی ظریفی گفت SDKSS، گفته بود در اونجا اسکوپ داره، ولی وقتی شب به ما زنگ میزنه با ما لاس میزنه، انقدر به برج ما دید داره که وقتی من یه وسیله اشتباهی به جز بیسیم رو برداشتم، گفت اون نه، اونو بذار زمین، یعنی بیسیم یه جای دیگه است، یعنی برجک ما رو میبینه که این همه دوریم، ولی اون چیزه به اون نزدیکی رو نمیبینه. این یه فرضیه است. یه فرضیه دیگه اینه که دیلایلا نکنه خیلی نزدیک به ما بوده و مثلا پشت برجک داشته ما رو دید زده، از اونجا به ما بیسیم زده. اینم یه حالت دیگه ایه. آره لاس از حالت دوروزه. این مکالمه رو کامل گوش کنین. خیلی خوب. I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Delilah's a nice name. No, you big dummy. I was kidding. Anna Nur Dorosnikov. No, you were not. You're sweet, but we can't call it the Delilah Fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June Fire, even though it's July. I like it.
so there's this creek down the hill, and, you know what my favorite thing to do is? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. If I was there with you, I'm sure I would like it a lot. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice. I wish I was over there. I wish you were too. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know. What? What could we do? Well, let me tell you. خب وایسی من دقیقه نورمو درست کنم. همه تو کفا رو میبینیم که منتظرن ببینن دیلایلا میخواد تعریف کنه دیگه چی کارا میتونیم بکنیم. عزیزم چی پوشیدی؟ ای داد بیداد، ای داد بیداد. خواه اتوف تو ذاتت، بقیهشو نگفت، رفوز 76. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Well, maybe you shouldn't have taken so much of it then. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Huh. Problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. Ugh. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. Someone left their clipboard out here. Huh. It could have been one of the Fish and Game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. What the? It's... Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. یه نفر چی؟ متد جدید ماهیگیری بود. آها، قلاب انداختم. یه متنی رو پیدا کردیم تو مسیر ماهیگیری ما اینا که این متن خیلی عجیب بود. این متن اومده بود ریز مکالمات ما و دیلایلا رو به صورت گزارش توی خودش گذاشت. Wait, hold on. Something's out here. بعد یه صدایی میشنم. Henry, یکی اینجاست. I'm worried.
You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also... I found a walkie-talkie out here, too. Okay. It's going shithouse. Well, get it! و حالا وارد بخش مرموز داستان میشی. What happened, Henry? I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. من خواهم آب بیارم. اول سوال اینجا خیلی این یکی از سکانس ها مهم بازیه ها. کسی که میزنه تو سر ما کاری به بیسیم ما نداره. متنی که ما پیدا کردیم با خودمون برداشتیم که ریز مکالماتمون بود و برداشته برده و دیگه با همون نیست و زمانی که ما راجع به یه لوکیشن همون لوکیشنی که با سیم پیچیده بودن دورش از دیلایلا سوال میکنیم دیلایلا چی میگه؟ میگه I don't know. ایشون دوستان قطعا مافیای بازیه، من کاراگاه بازی میخوام اینو استعلامش کنه. چرا اینقدر با شک آدمی که 10 ساله اینجا کار میکنه اینطوری جواب میده؟ من دیگه برم آب بیارم، نشستین دیگه، آب بیارم الان میاد. خیر اومدم. یه لحظه وایسین. یکی زنگ زد به من. آقا وایس یه دقیقه روزا سلام میام. یه دقیقه وایس بچه ها من کال بدم به روزا. سلام وسط استریم هم بگو های کار چیز اه. اوکی میبینم هم یا بیسکلاش چو ببینیم هیچ جای بازی هم به این جریان اشاره نمی کنه ها. خب زیر سیبارین کو توف. ولی چیزی که جالبه اینه که اینه قایسی نمیزن چیزی که جالبه اینه که ما وقتی راجع به اونجا هم سوال میکنیم خیلی بد جواب میده و اینکه ریز مکالمات ما چه فایده ای داره. سلام چطوری بچه خوبین؟ خب این بقیه شده میشه. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? ببینید این اسمی که داره میگه واپیتی استیشن میگه که این اسم واسه تو هیچ معنایی نداره، چیزی راجبش نمیدونی. اولا که میگه نه چیزی نمیدونم. حالا ادامهش واپیتی میدو، maybe it's واپیتی میدو. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn. این میگه که نه راجب واپیدی استیشن چیزی نشیدم، ولی شاید به واپیدی میدو ربط داشته باشه. حالا توی نقشه یه جایی رو میگه که ما بریم ببینیم جریان این قضیه چیه. چی نوشته؟ من میگم شاید شفه اولشه لول خاشه پیکی بلایدز وارد میشود. آه نکشیدم دیگه یه تایمی انا یه آب تایم بزنید. چقدر نشستیم اینجا داریم بازی میکنیم؟ بازی الان رسیدیم وسطاش، یعنی یه همین قده دیگه بشینیم یه ساعت خورده دیگه تمام، ولی خیلی داستانه. یه سری بچه هم بازی کردن که دمشون گرم، اونا هم کمک میکنن. بریم ببینیم I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay, I'm sorry, I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were, so
What's the... میگه مطمئنی اون چیزی که دیدی درسته؟ میگه آره بابا، مکالمه ها با اسم اچ و دی ذخیره شده بود، یعنی هنری و دیلایلا. بعد گفت آخه این مکالمه واسه 2 هفته پیشه. گفت آره، حالا حالت خوبه؟ میگه آره حالم خوبه. حالا خودتون رو بذارین تو این وضعیت، دوران جنگلبار رفتین تو جنگل، شروع کردین با یه نفر تیک زدن. آقا فکر کنین با یه دختر دارین تیک میزنین، جنگل کجاست؟ بعد یهو یه ریپورتی پیدا کنین یه جایی که ریز مکالمات شما با اون دختر توش ثبت شده. حالا تو همچین شرایطی هم باشین دیگه خیلی قضیه مشکوک میشه. تمومش میکنی؟ آره یانگ جان، چیزی نیست، بازیش کوتاهه، 2 ساعت 2 ساعت و نیمه تموم میشه، آخرشه. مرسی از لامپ وان اس اچ که علامت تعجب امید زد. بچه امید بازی رو بهم داده و امشب هم قراره لیدل نایتمرز 1 ساعت و نیمه دیگه استریم کنه، یعنی استریم این تموم میشه، ما میریم تو استریم لیدل نایتمرز امید که من دی ال سی هاشو بازی کردم و اصلشو فروردین بازی کردم، ولی خیلی از شما اون موقع منو دنبال نمیکردین، شاید هم تو یوتیوب هم ندیدین. البته علامت تعجب یوتیوب بزنین، تو یوتیوب هم کلی گیم و ایناس میتونین نگاه کنین واکتروشو. ولی آرزم به خدمت گلتون که امشب میتونین برین لیدل نایتمرز اصل بازیش هم رو از زبون و تحلیل امیدم ببینین، میتونه جالب باشه. آدرس رو به ما داد که کجاست اون منطقه که به اسم اون ایستگاه نزدیک بود، وایپیت بود، نمیدونم چی بود اسمش، یادم رفت. قراره بریم اونجا رو پیدا کنیم. حالا داره راجع به اون گزارشی که دیدیم حرف میزنیم. Someone is out here with a walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. What do you think is going on behind that fence? Apparently a lot of following you around taking notes, which is unfucking believable, Henry. Yeah, you're telling me. All right, I'm on my way to Wapiti Meadow. I'll let you know what I find. Okay. There's got to be a reasonable explanation. Also, I'm gonna call around and see if anyone's had anything weird happen to them or seemed spooked. I don't want to make this bigger than it is yet, you know? Yeah, understood. Yeah, okay. Hike safe. خب ببینین جایی که به ما گفته اینجاست، واپیتی استیشن احتمالاً اینجاست. چرا؟ چون این واپیتی استیشن دقیقاً دورش چیز دیگه، این سیم خاردار است. اینم گفت من هیچی راجع به این ایستگاه نمی‌بینم، نمی‌دونم. ایستگاه ما کجاست؟ ببینیم اینجاست، تو فورکس لوک اوت، که تو فورکس در واقع ایستگاه ماست. خب اینجاست، این تو فورکسی که بهش اشاره شده، تو فورکس جای ماست. قضای ما هم یادتونه یه تو فورکس داشت، دو تا دیگه جایگاه هم داشت. خب یه جایگاهش مال ایشونه که این بالاست، جایگاهی که توش دیلایلا هست. اون یکی قضا مال کیه که ما برداشتیم؟ این سواله. خب و اینکه این فنسر رو اینجا ما پیدا کردیم، یادتونه این سیم خارداره رو این تو این مسیر ما اینجا پیدا کردیم. اینجا توی نقش واپیتی استیشن خورده، میبینی جایی که احتمال میدیم واپیتی استیشن باشه. چرا؟ چون واپیتی میدو رو به ما گفت شاید مربوط میشه به اونجا. حالا قراره بریم اینجا. الان کدوم قبرستونی هستیم؟ خودمون کجاییم؟ اینجای نزدیکیم خیلی، بریم به سمت شمال میرسیم بهش. ما میریم به سمت شمال تا برسیم به واپیتی استیشن. بریم به سمت شمال. تو همچی شرایطی باشید میری تو هکشو. بریم به سمت شمال. شمال کجاست؟ شمال این بره. خب این طرفی باید بریم. اینجا هم یه جعبه خالیش کنیم. یک، دو، سه، چهار. نقشه رو آپگرید کنیم. اینم دیوه که اگه دقت کنید دیو توی اکثر جعبه هایی که میریم یه پستایی میذاره.
اینا هم که هیچی، کتاب اینا رو کارش نداریم. حالا کتاب ها برداریم. یکی بهتون بگم، تک تک این کتابایی که تو بازی پیدا میکنین و اینا، اگه بعدا بریم راجع به گیم تئوری های خود بازی بخونین، یه سری فکت ها و ایسترگای جالب هم داره، ولی ما فعلا کاری به ایسترگا و این قصه ها نداریم. فعلا میخوایم روایت اصلیه. بابا تو هم من هر دفعه برمیدارم سر جا نمیری. برو سر جا دیگه تو رو خدا. نخواستم قابلش. بیا درش هم ببندیم. خب شمال کجا بود؟ همین بریه ادامه میدیم به سمت ایست. این ور شماله. اوکی. راجبه چی میگه؟ متنش مهم بود که دیو نوشته بود راجبه خود ایسکا بود که اتفاقاتی که توش افتاده. آره ولی بذار الان نگیم، بهت میگم چرا. من فقط در همین حد میخواستم به متن اشاره کنم که یه شخصی به اسم دیو داره تو اکثر استیشن ها یه سری گزارش ثبت میکنه. حضرت مویا ابوالفضل نورو بلسه وایسین. چون الان بستم دوباره متنش یادم نیست. آرمین متنش رو روش حواست بود چی نوشته؟ چون من یادم متنای دیو مرتبط به واپیتی میشه، ولی وقتی میریم تو استیشن اونجا تازه متوجه میشیم. و اینجا میخوام فقط اسم دیو باشه. اگه یادت متنش بگو. حتی نمیدونم چجوری متنا رو میتونیم بیاریم. کجاییم الان؟ نورس میشه این طرف. ما الان کجا اومدیم پایین؟ مالا کدوم قبرستونی اومدی پایین؟ آها رسید به اینجا. I don't see anyone around but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Acres. But what the fuck is going on out here? And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. We'll see about that. Look, I'm not going to be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. یادتونه چند وقت پیش یه آتیش گنده‌ای تو جنگل به وجود اومد؟ گفت اینجا یه سری بچه‌ها کمک میکنن واسه خاموش کردن آتیش. گفت این دو نفر یه کمپی دارن یه جایی، آدرس اونجا رو داد، گفت اونجا شاید وسیله چیزی پیدا کنی که بتونی وارد این قصه بشی. آروین چی نوشته؟ آروین یادش، آروین هم متن فکر نکنم تو اون سرعت خوند. اوکی بریم حالا تو نقشه ببینیم کجاست. حالا یه نکته ببینین، ما اینجاییم، ما برگشتیم. خب این گیت هم اینجاست، واپیتی استیشن هم که نتونستیم ببینیم، این در ورودیش هم که این طرف، آدرسی که داده به ما اینجاست، اسکاوت کمپ. حالا من یه سوال دارم، اونم اینه که دیلایلایی که اینجا زندگی میکنه در خصوص کمپ میدونه، ما رو با اون جزئیات توی تو فورکس میبینه، ولی چیزی راجع به واپیتی استیشنی که انقدر فاصله داره باهاش نمیدونه و نمیبینه. تا نریم تو واپیتی استیشن نمیفهم. یعنی باید برسیم به واپیتی استیشن ببینیم آیا دیلایلا به اینجا دید داره یا نه، و چرا دیلایلایی که 10 سال اینجاست و تو جنگل میچرخه هیچی راجع به اینجا نمیدونه، چرا دیلایلایی که برای برداشتن غذا به قسمت ساپلای دراپ میاد از اون وسیلهش استفاده میکنه، ولی وقتی ما میخواییم بریم پیشش با مزه و فان و شوخی نمیذاره ما بریم پیشش. در صورت ما الان باید بریم جنوب شرقی تا برسیم به اینجا.
یعنی چی؟ یعنی از اینجایی که هستیم باید بریم به جنوب شرقی، این طرف میشه، باید بریم این طرف. خب این طرف که راه نداره. داداش گوگیجه گرفتم. آروین میگه فهمیدم این دروغ میگه، بکش بیرون. ولی کنجکاوی آدم اجازه نمیده که بکشه بیرون. مرسی بچه ها واسه فالو. خب جنوب شرقی این ولی درسته، همین مسیر رو بریم. مرسی واسه فالو. تو اومدی روز 70 بازی مافیا بندازی بیرون، اعتماد جذب کنی. دهان خودتی. آروین، آروین. ولی روایتش روایت دوست داشتنیه. بچه صدا وایس اکتور دیلایلا هم توی مسابقات، میگم مسابقات، تو فستیوال بفتا جایزه بهترین وایس اکتوری رو برده. I called around. Things seem normal with everyone else. Should we call the cops or the Forest Service and let them know this is going on? Don't you think that would sound, you know, crazy? Yeah, it is crazy. We have to tell someone. Tell them what, Henry? Tell them we're being stalked and you were attacked and we don't have any proof? I don't know. Tell them we're being bothered or something. Henry, I really like this job, okay? And if I give off even a hint of cuckoo to my bosses, they are never gonna let me come back out here. Do you understand that? All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Tailing me, following me around, like working with other people? Henry, you are way too much of a dope to be in the mob. Someone is clearly able to hear us sometimes, and was hiding near the lake. Come on. I just... Just admit it, you're a little worried. Of course I'm worried, but let's just try to keep things calm, okay? Keep things on an even keel. Huh. Eh? I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Ah. چرا قوه دارم شدی؟ There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. تو مسیری که می اومدیم که با هم حرف می زدن، یه بابا بیرون. تو مسیری که می اومدن و با هم صحبت می کردن گفت که من با چیز تماس گرفتم،
چند تا تماسی که گرفتم گفتن همه چی نرمال، مشکلی نیست. گفت خب ما نباید به پلیس بگیم قضیه، بعد گفت به پلیس چی بگیم؟ بگیم یکی به تو حمله کرده، ما مدرکی نداریم. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scary it would have been. I'm sure he's fine, Delilah. I mean, don't you think if this started happening to them, he or his dad would have said something? I don't know. Ned was a weird guy. No, nobody is that weird. The moment you hear someone in the bushes or get punched from the shadows, you're getting your boss on the phone. Yeah. Brian is fine. I hope so. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Brian کیه؟ یه بنده خدای جنگلبان دیگه هم بوده به اسم دن که با بچهش به اسم برایان اومده بودن اینجا و برایان گم میشه. بعد این میگفت من کلا حس خوبی به اتفاقا ندارم، نکنه ربط داشته باشه به برایان و اینا. اینم گفت نه بابا، فکر بد به دلت راه نده، هیچی نیست، همه چی اوکیه. خب باید میرفتیم به سمت، الان دیگه فکر کنم ما تو کجای مپیم الان؟ الان اینجا این باید بریم جنوب، الان جنوب این وری باید بریم. خب توی چیزمون که کاری نداریم. Oh, the June fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. عرفان میگه ترجمه کن. عرفان در حینی که داره حرف میزنه که ترجمه نمیکنم. بعدش هم اون چیزایی که مهمه رو گفتم. الان چی رو ترجمه کنم واسه که نفهمیدی؟ اول استریم هم نبودی عرفان، گفتم تیکه های مهمی که مربوط میشه به روایت بازی و مهمه رو بهش اشاره میکنم که داستان رو بفهمی. تیکه تیکه واسه هر جمله‌ای که میگه بخوام بگم، باید تا پسوردا اینو استریم کنم، ملت حوصله‌شون سر میره، ول میکنن میرن. ببینین بازم دیوه داره می نویسه. یعنی به نظر میاد دیو هم یه آدمیه که اینجا بهش کار دادن و دیو در واقع کسیه که I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Southeast River. قسمت Southeast River. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. رد کردیم تیک مکالمه رو.
درست داریم میریم یا نه الان معلوم میشه. برعکس اومدی. البته من از این یه عکس بگیرم. اون بری باید بریم. آها ران داره می نویسه. چطور شایان خوبی؟ یعنی ران داره می نویسه آروین، دیو رفیق رانه و واسهش از یه جا دیگه نامه می نوشته. آها اوکی، پس اینجوری که بچه ها میگن ربطی به اینجا نداشته. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. اون عدد رو دوربین، تعداد فیلمایی که دوربین داره، تعداد عکسایی که دوربین داره، همینی که بچه‌ها میگن. شایان چی میگه؟ شایان چطوری، خوش اومدی؟ چی؟ مکانیزم کل گیمو که این رونه این نوشته هاست. مکانیزم کل گیم چه ربطی داره شایان؟ The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. ما پلو خراب شده یافتیم، قرار شد بریم یه راه دیگه پیدا کنیم. تموم بشه دیگه دوربین به درد نمیخوره. فکر کنم اچیومنت بده. من اون سری همه عکسا رو نگرفتم، دارم حالا هر جای خوشگلی میرسم یه عکس میگیرم. حالا خوشگلم نبود خیلی مهم نیست. Great. Have a look around. If anyone's still there, they might be able to help. I'm gonna sound crazy. There are bear traps out here in the scout shelters. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. ببینین اینجا هم باز از این جعبه های ساپلای ستاییه که جنس ممس میاد. خب Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Hey D, they left... something behind. خب اینم نامه همین چیزاست. Did say anything of note? Next few days dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station. Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? I'm gonna do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. خب این نامه که ما پیدا کردیم یه اسم خیلی مهم داره.
به اسم آقای دکتر سیمونز، که این آدم کجاست تو واپیتی استیشنه، که داشته در خصوص نگرانش راجع به آتیش بزرگ گزارش میداده به رئیسش. بعد این گفت که مثلا راجع به چی تحقیق میکنن، ما هم برگشتیم گفتیم که راجع به ما و گزارش های ما رو چیز میکنن، گزارش های Return to Wapiti Meadow. خب باید برگردیم تو Wapiti Meadow، ولی اینجا قرار بود یه چیز برداریم، یه کجاست خدایا، ما الان باید برگردیم به Wapiti Meadow. خب آها اینجاست. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Yeah, I'm out of here. خب ما تبرم برداشتیم، حالا داریم برمیگردیم همون جایی که بودیم، که بریم ببینیم قضیه واپیتی استیشن و این دکتر نمیدونم چی چی چیه. دکتر نمیدونم چی چی. خب اینجا هم که نمیتونیم برگردیم. حالا این تبره به دردمون میخورد. کجا به دردمون میخورد؟ حالا بهتون میگم کجا به دردمون میخورد. یه دقیقه نبودیم، ما یه نامه پیدا کردیم از یه دکتری که تو واپیتی استیشنه. یه تبرم پیدا کردیم که بتونیم اون سیم خاردارای جلوی واپیتی رو بزنیم بتره کنیم، و همینطور اینجور جاها رو میتونیم باز کنیم باش. حالا میخواییم بریم اون ور رودخونه اینجوری به این شکل. ببینیم اساس بازیایی که Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed, or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. اینجا ما فهمیدیم یکی دیگه هم به جز ما رو موج ما سواره. بعد گفت آقا بیخیال شو الان، برگرد چیز به مقرت، در رو ببند، تا زمانی هم که صدات نکردم بیرون نیا. و یه نفر مثل این که داره ما رو میپاد. چرا ما رو میپاد؟ توی واپیتی استیشن چه خبره و الی آخر. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the 50th time today. The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? You can do me for a trip out of here. I don't care if it's on horseback or a helicopter or in a canoe. Just get me out of here. Henry, we have work left to do. Let's chat about what's bothering you and you'll feel better. Are you serious? Let's talk. Okay? Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just
you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. نورم ها رو ترکون بابا امروز. خب یه درخت رو به ما داد، الان دیگه ما قراره بریم بیرون. خب استی جان چی میگه؟ اون دوتا دخترم معلوم نشد چی شدن. نه حرفی نزد. اینم که اون آتیش هست داره همینجور پیش روی میکنه، هنوز درست نشده. الان ما باید بریم به کجا؟ باید بریم اینجا. میبینین آمار داده کاتن وود کریک، این درخت بزرگه رو پیدا کنیم. چرا داریم میریم؟ چون کلن بعد از اینکه فهمیدیم ما رو دارن چک میکنن، تصمیم گرفتیم برگردیم اینجا حرف نزنیم تا اسمش چیه؟ دیلایلا یه راه حل برای ما پیدا کنه. جنوب کجا میشه؟ جنوب اینجاست. اوکی این سمتی بریم. دوباره باید بریم همون جایی که بودیم، ولی این دفعه بریم راست. از اون درخته بود عکس گرفتیم. باید بریم اونجا. دوتا دخترم نه، هنوز هیچ صحبتی در خصوصشون نشده، فقط گم شدن. پلیس هم زنگ چیزی نزده. حالا تا ببینیم چی میشه. آره جنگل به فاک رفته، آتیش هم داره پیشروی میکنه. تو نامم نوشته بود وقت اون جریان. میکنم داریم درست میریم. این اون درخت است میبینی؟ یه صدایی میشنویم توی علف ها. شما میشنویم؟ یه صدایی تو بوته ها میاد. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. اینجا دیلایلا میگه که یه دونه جعبه پیدا کن از این سپلای چیزا و تو این جعبه کدش هم من عوض کردم دیگه، 1 2 3 4 نیست، کدش 5 6 7 8 ایناش. برو جعبه رو بردار. Okay, found the cash box. Great, open it. شنیدین دست چپمون صدا می اومد؟ Hey, there's a different walkie-talkie in here. God damn it,
it, Henry? Oh, this is what you left me. Yeah, and I was really hoping to keep it a secret. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. What the fuck is going on? People are listening to us? I don't know. Our radios are tapped? Are you fucking serious? Our radios are definitely tapped. That's why I left you the one you just got. How is this even possible? I don't know, Henry. What do you know? I know that I'm scared. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. None of it makes any sense. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. خب الان ای بابا کدوم گوری باید برم الان ما باید برگردیم بریم واپیتی استیشن رو ببینیم چه خبره تنها کاری که انجام داده دیلایلا اومده اینجا یه دونه چیز گذاشته یه دونه بیسیم گذاشته که یعنی الان این بیسیم امنه و صدای ما رو روش تشخیص نمیده کسی و ما داریم میریم به واپیتی استیشن ببینیم چه خبره باید برگردیم بریم بالا بچه ها داریم به آخرهای بازی نزدیک میشه Just thought of something not, not great. Madame, do you think about what is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Oh, shit. My thoughts exactly. Our radios were tapped. Now, someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. آقا دخترها هم کماکان پیدا نشدن شده قوز بالا قوز دخترها توی جای به این مرموزی که همین الان هم ما فکر میکنیم یکی داره ما رو میپاد و حواسش به ماست گم شدن چی شد؟ و ای بابا تو باگ نرو What the fuck چرا همیشه باگا میاد سراغ من Oh my god باگو نگاه بابا تو رو خدا اومدم این ور باگ آه ولم کرد دست از سرم برداشت ما داریم بیریم به واپیتی استیشن ببینیم چه خبره بچه ها به نظر شما چه بلایی به سر دخترها اومده براین پسر اون جنگلبان قبلی چی شده که اینجا گم شده و توی این جنگل مرموز چرا باید مکالمات ما و کارمند 10 ساله جنگلبانی این جنگل ثبت باشه یه بار تو زندگی تو بازی مثل آدم راه بری باگ نمیشه
مرسی واسه فالو. رادیو بزن بگو با عرفان. رادیو چیز نیست، رادیوش این مدلی نیست که. آه داری فان میکنی ای بابا پسر. آقا تو رودخونه رفتیم دیگه نه؟ اوکی. I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Ah, fuck. How about you don't do that again? صدا رو فهمیدین؟ مسیر رو دارم درست میرم. آره آقا اینطوری که به نظر میاد ما کماکان تحت نظریم. خب درست دارم میرم، از همین بر میرفتیم با پیتی شک کردم. آره یکم جلوتر دست راسته. ایزی ایزی تمام تمام تمام. مرسی برای دونیت از هنگوور. چطوری آقا خوبی؟ دمت گرم آقا. مرسی دنیا ممنون به خاطر حمایتت پسر. ولی میخواستی من بترسم آقا خودمونی اینوری میرفتیم. آره عرفان میگه بازیش مگه راجع به عشق و شکست عشقی نبود؟ چرا ربط هم داره، ولی الان تازه هنوز ترسناکیش مونده. حالا وایسین تازه قرار وارد بخش ترسناک بازی بشیم و اینجاست که رمز و رازها پیچیدگی بیشتری پیدا میکنند. I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Oh! Ow! اینجا یه منطقه محافظت شده است و آیه دکتر سیمونز کسیه که I got stung by a bee. Okay. الان داره میگه زنبور منو زد. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. آهنگو داری؟ پشما اومدیم تو واپی تی استیشن. ببینی کجایی؟ داریم نزدیک میشیم بهش. Okay, at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. There is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. I mean, they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. And there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? I mean, how the hell did they get all this stuff out here? The Army Corps of Engineers put our towers out here, so... You think it was the government? I have no
idea. I just mean it's possible. I mean, every once in a while I'll meet a lookout who's deep into that, like, black helicopter conspiracy shit. Maybe they actually flew it out here in one of those. It's definitely some sort of monitoring station. میگه دقیقا اینجا مثل یه جایی میمونه که همه چیز رو مانیتور میکنه. Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate and stuff, do you? Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think that is جملهش تموم شه. Heart rate stuff, do you? Seriously, at this stage I believe just about anything. Hey, this desk seems to be where all the monitoring is recorded. Just dials and computers and sorts of doodads. Holy shit, you don't think they're able to record our heart rate stuff, do you? I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. I think I found the thing they used to track us. Holy shit! You know, you swear like a lot. دستگاهی که باش ما رو ردیابی میکنن رو پیدا کردیم. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy... okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. گزارشات هنری و دیلایلا. حالا با کف کنیم صدا گذاری و What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? You have a boyfriend, Javier? What the fuck? Wish you hadn't left. راجب دوست پسر دیلایلا به اسم خاویر، حالا میگه اینجا خاویر، اطلاعات اینجاست. میگه همینطور یه سری اطلاعات راجب جولیاست که من به تو نگفتم. یعنی این دوتا بررسی میشدن با توجه به اینکه کل اطلاعات شخصیشون هم رو میدونستن. That out? I don't. I didn't. This is insane. I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Yeah, fuck them. They'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Yeah, okay. You don't sound too excited about that. I'm not. Look, worst case scenario... trapped by the fire and burn alive alone in the wilderness. Yeah. Worst case. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Ah, so fucking wound up. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do.
میخوام جذابترش کنم. توی نقشه با توجه به جایی که واپیتی وجود داره توی شمال شرقی نقشه چی میبینین بچه ها؟ شمال شرقی یعنی اینجا اون بالا. الان هیچیا، ولی کافیه توی شب بیاین تا توی اون منطقه اتاق نورانی دیلایلا رو ببینین که کاملا به اینجا مسلطه. و چجوری دیلایلا از اینجا خبر نداشته؟ کجا باید میرفتم؟ استیشن برگردیم. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do? We ignore it, obviously. If they come to put water on it, then we know the Forest Service is connected somehow. Still out there right now, Henry. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. از اینجا اومدیم بینو چی نوشته؟ گوسفید شدم، نظری ندارم چی شده بازی. کرکم عقب گیم بیشتر از گیم چی؟ کرکم عقب گیم خاشه. من میگم ترور از اوناییه که هم دا کلیم شده بازی خودش دنبال دان و مافیا ساده. آره تروفی اکثر رو داد. حالا This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. دستگاهمون داره سیگنال میده. I'm on my way now. خواهم ببینیم جریانش چیه. You know what I just picked up? No. A fifth of major point of tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk! Good plan. I'm a good planner. My thinking is I could stay up all night worried I'm going to lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm going to follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay, ay, ay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are.
تو حالا تو این جنگل دو تا دختر گم شدن، براین گم شده، معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده، با پدرش اومده بودن اینجا و ما رو هم دارن کنترل میکنن. خب پریدین یا نه؟ خب کیفه کو اینه هاش. رو کیفه یه کلیده 452. این شماره کجا بود؟ قاره، در توی قاره. I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes and basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. فهمیدین چی گفت؟ داشتن حرف می زدن که الان چیکار کنیم و این قصه ها کجام الان؟ گفت که الان اینجاییم، باید بریم به سمت ایست. برگشت گفت که این طرفه، نورث ایست، تقریبا این طرف. برگشت گفت که آخره حرفش گفت الان تو مگه توی، گفت الان تو توی چیزتی، کابینتی و اینا؟ گفت نه، من تو جنگلم، تو کابینم نیستم. گفت پس کی الان تو کابینت؟ گفت مطمئنی؟ گفت آره، یعنی ما الان باید برگردیم به سمت کابینمون، یکی تو کابین ماست. اینا ها کابین ما اینجاست. تروفی عکس‌ها رو هم گرفتیم ها. I don't see anyone up here. She was just there. یه نفر کاست برامون گذاشت. Down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? روز 78 بشینین که آخراشه ها. هیچی، گفت یه کاست پیدا کردم، صدا خودمون توش ضبط شده، همین نزدیکی هم گویا ضبط کردن. Just burn the place down.
یعنی الان هم داشتن صدامون رو ضبط میکردن. It's going to be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So, I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. Us? What's this us? You're the boss. I was just... What, following orders? Look, you know I didn't start this fire. So you just tell him the truth, right? That's all you can do. Yeah, I suppose you're right. I know. خب آقا ما با وجودی که اونجا هم رفته بودیم ولی باز دارن صدا اونو ضبط میکنن، حتی با وجودی که بیسیممونو عوض کرده بودیم. بعد ما تصورمون بود که نزدیک به ما مثلا یکی بوده صدا ضبط کرده، بعد این میگه که واسه منم صدا ضبط شده بهم دادن. نتیجه میگیریم که اینا هنوز رو ما کنترل دارن. الان قشنگ جوفنگیم با وجودی که بیسیم هم عوض کردیم ولی هنوز تحت کنترلیم. هوا با دود یکی نشده. چند روز پیش گفت دیگه یه آتیشی داره میاد، اسمش هم گذاشتیم جون. بعد بچهای کمپ باید آتیشو کنترل میکردن. بعد رفتیم یه نامه پیدا کردیم که گزارش شده بود نگرانن بابت آتیشه که نشده کنترلش کنن. اون آتیش هست، داره پیشروی میکنه. Imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. I'm not even going to answer that. But you could be lying to me too, you know. I'm not. Yeah? I hope not. You know what? Forget I asked. حالا اینجا زمینی به همدیگه مشکوک شدیم. ولی دیدین مثلا یه مافیا دست پیش میگیره پس نیفته، دیلایل اول مثلا نکنه همه اینا مثلا تو هم به قول معروف یه دستی داری. یعنی حتی سیستم شک کردن دیلایل هم هوشمندانه است، ولی کماکان سعی میکنه با ما تیکشو بزنه و نگه داره. نگاه کنین حالا. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah, send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. In just sit down. I didn't get you down on the bus. دقیقاً چرا باید خودش رو لو بده؟ این سوال خیلی خوبیه. به زودی میفهمید. دقت کردی من حلقمو برداشتم، دوباره دستم کردم. اینجا چیه؟ چرا ما نمیتونیم ببینیم؟ اینجا هم نمیتونیم بریم پایین. ای ما باید یه جوری از این غار بریم بیرون الان. Hey,
Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it. براین اسم یارو چیه؟ براین گودوین. It because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a data sheet for one Gladius Silva, half elf, armor 7. He made the place pretty comfy too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. دقت کنید براین و نت گودوین. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied. چیزایی که اینجا پیدا کردیم. Said it was Ned. If I ratted him out, they would be forced to leave, and مرسی واسه فالو. I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. بازی یه پایان داره. آره. بازی یه دونه پایان داره. خب ما باید دوباره بریم توی غار. چرا باید دوباره بریم توی غار؟ به خاطر اینکه اون موقع نمیتونستیم بریم عمیق‌تر توی غار. ببینید الان ماموریتمون هم اینه بیشتر بریم توی غار پایین. ولی الان با این چیزایی که پیدا کردیم، با این میخای کوهنوردی که پیدا کردیم، There's got to be something. Why else try to kill me? I don't know really. I mean, we got to find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. They closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. خب ما باید برگردیم تو غار با این گیر جدیدا بریم شروع کنیم گشتن. Also those girls turned up. Looks like you didn't kill them. راجب دخترا. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. برای دختران اتفاقی نیفتاده. Yeah, I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. مرسی واسه فالو. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. خب دخترم براشون اتفاقی نیفتاده. فقط قضیه برایان گودوین و دن گودوینه که مشکوکه. ما که کلیدو داریم دوباره میریم تو.
این کلید رو در نمیاره ولی تو جیبشه. چه جالب. خب الان اینجا میتونیم بریم پایین ببینیم چه خبره. سلام امیر حسین. امیر حسین تک کن وقتی با یکی میخوای چت کنی که متوجه بشه لا چت ها گم نشه پیغامت، فینگلیش هم تایپ کن. خب ببینید چی تو غار پیدا میکنی. شیت. شیت. Are you? Oh God. You're Brian Goodwin. براین گودوینه مرده، جسدش اینجاست. جسد براین بود. مرسی امیر. یه جایی بود گفتی ای کاش میشد رفت پایین اونو رد نکنی. اون گیره نداره، اون جا واسه گیره نداره، بالاست. الان دوباره میرم ببینی کجا رو میگم. الان دوباره میرم پیشش ببین. هی میگفت مثلا امیدوارم واسه براین اتفاقی نیفتاده باشه. براین مرده. حالا نت کجاست؟ اگه براین مرده نت گودوین کجاست؟ جایی که میگفتم اینجا بود. بذار برم اینجا که تناب زدیم، اینوری که میرفتیم اینجا فکر کنم نشه، ولی بذار برم بازم. اینجا بود. نه یکم جلوتر بود. اینجا بود که جا هم نداره. اون پایین میخواستم ببینم چه خبره. اینجا هم هیچی نداره. مرسی برای فالو. خب ما برگردیم ببینیم میتونیم برگردیم باید تا همون مسیری که اومدیم بریم. دیگه کسی پشت سر ما در رو نبست؟ نه. خب حالا میریم، حالا اینجا رو داشته باشیم. Hey D. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian.
He's dead. His body is in the cave, Delilah. You gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. ما قراره فردا بریم و الان فهمید که براین مرده. حالا به چه به سر ند اومده؟ داریم وسیله اون رو جمع میکنیم که بریم ها. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire or... The two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About what happened to Brian. I don't have much to say. I'm fine. I'm sad. I'm whatever. I keep thinking about him down there and... I just want to get far away from here. What can I do? We just have to wait for the helicopters. Okay. Until then, could you follow that signal? Maybe? Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. Yeah, it could also be whoever was listening to us. Whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should have everything you need in case you get a call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. Oh, well, that's nice. چی؟ حالا اصلا چه ربطی داره؟ الان میفهمین ربطش. I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place.
You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. راجبه اون دستگاه هم گفت دیگه، گفت فهمیدی بعدش دیگه با وسیله هات بیا اونجا، با همون امرجنسی بیا سمت من. Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my god, Henry. خب یه نفر برای ما کاست گذاشته. Yeah, hi Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and... Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids, alright? Nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know, I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. نوتامون هم با این تب چیز میتونیم بریم روش. چه جالب اون لحظه که آروین گفت میتونستیم بریم روی چیزه. الان فهمیدین چی شد؟ نت گودوین میشده بابای برایان و الان هم 3 سال اینجاست. قبلا هم جنگلبال اینجا بوده و برداشته به بچهش یاد میداده کوهنوردی و اینا. میگه توی حادثه اتفاقی که افتاده اینه که این افتاده و تو میدونی که من کارش نکردم و اینا. بعد این 3 سال هم دیگه نخواسته کسی پیداش کنه. حتی الان هم دوباره گفت کسی دنبال چیز نگرده. کسی دنبال لطفاً دنبال من نگرد. اولش هم داشت میگفت امیدوارم قبلی که اینجا بسوزه اینو پیدا کنه. حالا ما گزارش میخوایم بدیم. We found the surveillance operation. Okay. What does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us. Just him. He made the tape? Yeah. He's gone. He's deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. درست دارم میرم بالا. اون مسیر این وری بود. کجا بود؟ جایی که ساپلایه ها رو پیدا میکردیم.
دو به شکم کجا بود وسیله؟ ما اینجاییم، باید بریم به سمت شمال شرقی. شمال شرقی شمال درسته. دیلایلا مادر براینه. There's a clothesline. He did to us. Everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. Rigging up stolen batteries to keep his stuff going. آبجوها رو دیدین؟ کسی که سیم هم قطع کرده بوده؟ He's got a radio base station up here. He was listening to us on that. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. I don't have any photos left. Long look and let's go. اینم جایی بوده که نت گودوین خلاصه ما رو دید می‌زده. حالا باید بریم به سمت شمال دیگه. آره درسته. خب اینجا رو هم دیدیم، باید برگردیم. سلام دارک جان، چطوری؟ خوبی؟ SE نه، برگردیم پایین همینجوری که اومدیم. برگردیم پایین. الان باید بریم بالاخره به جایگاه خانم دیلایلا و خانم دیلایلا رو ملاقات کنیم. Oh yes. Finally, who is this fucking Delilah? و قرار پشم‌های من بریزد. کجا بود خدایا؟ باید دو تا دونه چیز میرفتیم بالا.
یه ذره جلوتر بریم دست راست. مستقیم بریم تا برسیم به رودخونه و دست راست. I know I should be relieved. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. And I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? Sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Helicopter رسید. Okay, one second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Wait, just wait, okay? I'm not that far. Henry, they're here. They're waiting right now. Please. Henry, I don't want to meet you and just sit here in a dead boy's shadow. Okay, I don't want to do that. I know that sounds harsh. Okay, I'll wait. I'm not far. Okay. قرار شد وایسه تا ما بیای. خب کجای ما؟ آه مسیر داشتیم درست میرفتیم. باید رودخونه رو یه کله بریم یا نه؟ آه اینو باید بریم بالا. ما گفتیم ما خیلی دور نیستیم، داریم میاییم. لایلا وایسا اومدیم. این سیماس درست داریم میریم؟ درسته. ببخشید بچه ها چتتون رو نمیخونم، تو این دوده مسیرم گم میشه. بذارین پارت آخر بازیه بودو هم. ای بابا بازی نور زیاد شد، الان حضرت محمد میشن. آفتاب یهو از زیر ابر در اومد. فاک. بابات میره میاد میره میاد، دم آخر بازی هم انشو در آورده.
بازم روشنه، ولش کن. کجا بودی؟ ببخشید بچه، آفتاب تو صورتمه. آه دیلایلا، آخه رفت پشتم. باید می رفتیم دیلایلا بایستا، ما داریم می آیم. هم نگفتیم که داریم میاییم، بیسیم نزدم. نمیدونم هنگو برسم هنگشو. ای بابا بالاخره به پایان بازی داریم نزدیک میشیم. دیلایلا اون بالاست. دیلایلا، دیلایلا جونم، دیلایلا بیا بپرم بغلت. It's a nightmare out there. Hello? Delilah. Damn it. نیست. دیلایلا نیست. نقاشی ماه بچه ها. اینجوری ما رو کشیده. اتاق دیلایلا است بچه ها. دیلایلا هر شب اینجا بوده. ببینید؟ اما نیست الان. کجاست؟ یه دستگاه بی سیم هم اینجاست. تست کنیم. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. No. Don't be mad. I am. Well, I couldn't be out there another minute. Not another minute? Come on.
Henry, how did you feel when you left Boulder to come out here? Like I couldn't get here fast enough. Exactly. That's how I felt for the past 24 hours. Well, I'm still mad. But you understand. Not really. It was just a few minutes. I'm sorry. It's all right. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... You shouldn't go. I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you. پامو وانست رفت و در صد گفت من دیگه برای تابستون بعدیم هم دیگه نمیام اینجا کار کنم. این خورشیدم بالاخره رفت پشت یه ابری دهن ما رو صاف کرده بود. نهایتا باز برگشت سر اون سیستم لاس زدنش. حالا اینجاش قشنگه، گفت تو یه چیزی برای من انتخاب کن، من یه چیزی برای اون. قرار شد لاس بزنیم دیگه، حالا من میخوام انتخاب کنم. Alright, sure. Maybe... Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Would you? Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. I gotta move on. I don't expect you to know what that's like, but I have to find some way to move on. Something to do. What if you can't? Then maybe they're hiring lookouts in the Adirondacks. I don't believe that for a second. I gotta move on. Somehow. I hope you do. There's the helicopter. They'll land you back where you hiked up. Good luck, Henry. I'll see you when I see you. Yeah. Bye, Hank. Bye, Hank. Bye. برای اونایی که عاشق دیلایلا میشن، دیلایلا میشه بزرگترین حسرت گیمیشون. و برای اونایی که کنجکاو میشن در خصوص اینکه دیلایلا کیه، دیلایلا میشه بزرگترین معمای زندگیشون. به نظر اول بازی که
اون که داشت میگفت که با مرکز تماس میگیره. واسه از آهنگ بازی رو کم کنم. اون که میگفت که میگفت چقدر نور بده، میگفت که دارم با مرکز تماس میگیرم. آقا چون سر فرصت صحبت میکنیم اینام رو یه مرور بکنیم به جا تو استریم بعدیم یه جاست چت میزنم. فردا گیرز 5 میخواییم بریم، کمپینش رو تازه اومده، نمراش هم خوبه.